خشونت در تاریخ معاصر ایران قربانیان بسیاری داشت. گاه قربانیان این خشونت افرادی بودند که از توی خانواده ها، گروه ها، دولت ها و افراد مختلف تحت خشونت قرار گرفتن و گاه از توی گروه ها و نهادهای خارجی. ولی آنچه که مسلمه این است که امروز در دنیای آزاد، در دنیایی که حقوق بشر بر آن حکمفرمایی می کند، خشونت امری است کاملا مذموم. در حاشیه اجلاس 18 شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد گروهی به نام ایکاوی حضور داشتند. این گروه سال هاست که در برنامه‌های مختلف بین‌المللی حضور پیدا می‌کنند و بر علیه خشونت به خصوص در ایران فعالیت می‌کنند. خانم روحی شفیعی از لندن از مؤسسین این گروه. خانم شفیعی اگه بخواید در مورد ایکاوی صحبت کنید و بخواید ایکاوی رو معرفی کنید به بینندگان برنامه ما، چجوری میتونید صحبت کنید؟ عرض کنم با عرض سلام خدمت بینندگان، ایکاوی یا ائتلاف بین‌المللی علیه خشونت در ایران بعد از ماجراهای انتخابات 2009 یا 1388 در ایران تأسیس شد به این دلیل که ابعاد خشونت دولتی حداقل یا خشونت سیاسی به آنچنان اوجی رسیده بود که در واقع ضرورت داشتن یک سازمان مستقل که به تحقیق و بحث درباره خشونت بپردازه واقعا ضروری بود. اگه بخواید الان به مهمترین معضل موجود در کشور در مبحث خشونت اشاره کنید، فکر میکنید که آیا خشونت دولتی در اولویت قرار داره یا خشونت اجتماعی و فرهنگی که در خانواده ها ممکنه وجود داشته، خشونت علیه زنان یا کودکان یا غیره؟ به نظر من خشونت دولتی ابعاد بسیار گسترده‌ای داره، آنچنان گسترده است که سایه در واقع به عنوان پوششی شده به خشونت‌های دیگه‌ای که در جامعه ایران همیشه وجود داشته. یعنی ما نمیتونیم بگیم خشونت در خانواده در واقع ساخته و پرداخته این حکومته، یا خشونت علیه بچه‌ها، یا خشونت علیه اقوام، یا به هر شکلی حتی خشونت علیه حیوانات، اینا خب همیشه در جامعه وجود داشته. متاسفانه به خاطر جو خشونت‌آمیزی که در جامعه ما به وجود اومده و رو به افزایشه و در واقع تشویق میشه به جای اینکه راه حل براش پیدا کنن، به خشونت‌های دیگه اضافه شده. یعنی در واقع ما قطره‌های ناموسی، قطرهای دیگه به هر شکلی که داریم، آدم ربایی، آدم دزدی، فحشا، اینا همه اعتیاد، اینا همه جنبه های خشونتی هستن که در جامعه ما نه تنها به علتش نرسیدن، نه تنها بررسی نشده، بلکه رو به افزایش هستش. و خشونت های دولتی به همه اینا کمک کردن به دلیل اینکه بخشی از اون خشونت ها در قانون هستن و چون در قانون هستن در نتیجه نمیتونن راهگشا باشن، برای اینکه خودشون موجب افزایش خشونت میشن. شما تا حالا تونستید این خشونت هایی که در قوانین مدنی ایران نهفته است رو مثلا روشون کار کنید، پیدا کنید و اونها رو ارائه بدید تا بشه برای آینده حداقل اونها رو اصلاح کرد؟ بله، ما روی قوانین قضایی ایران، روی موادی رو که در قانون اساسی هستن، روی تمام اینا کار کردیم، همه اینا رو در بودیم، همه رو بررسی کردیم. ما مواد بسیار زیادی در قانون قضا داریم، در قوانین به اصطلاح قوانینی که به خانواده حاکم است، قوانین قضایی ایران مواد بسیار زیادی داریم که مستقیما موجب افزایش خشونت و به وجود آوردن خشونت میشن. همه اینا رو ما در آوردیم، همه اینا رو بررسی کردیم و در واقع براشون هم راه حل داریم. حالا این راه حل ها رو ارائه هم دادیم، اینکه گوش بشه یا واقعا عمل بشه بهشون اون یک مسئله جدایی هست. اگر امروز افرادی از داخل کشور بخوان به شما اطلاعاتی رو منتقل کنن در مورد خشونتی که بر اونها یا نزدیکانشون اعمال میشه، شما بانک اطلاعاتیتون رو کامل کنید، چه راهی وجود داره؟ بله، عرض کنم که ما از داخل کشور همکاری زیاد داریم. اینو اول بگم، خیلی دوستان هستن که اونجا هم اطلاعات برام میفرستن، مقاله میفرستن، خبر میفرستن، در چه با ما تماس دارن. بعد ما وبسایت داریم، سایت www.ikavi.org و ایمیل داریم ikavi.org که میتونن ikavi@ikavi.org میتونن بر ما بفرستن هر
تماسی، نامه، مقاله، گزارشی، گزارش های اونها رو منتقل میکنید؟ ما گزارش ها رو همه رو منتقل میکنیم. اگر وبسایت ما شما مراجعه بکنین، بخش های مختلف داره که ما بسیاری داره به اون مقاله یا نوشته یا فیلم یا ویدیویی که دریافت میکنیم در اونجا میذاریم. روی یوتیوب تلویزیون داریم، ایکاوی، اگر روی یوتیوب مراجعه بکنین اونجا وبسایت داریم که فیلم ها رو میذاریم. بعد در کنفرانس های سالونمون مرتبا از ایران ما در واقع هم فیلم میگیریم هم مقاله میگیریم. امسال کنفرانس ما سمپوزیوم فیلم های مستند هست روی مسائل ایران، روی اسید پاشی، روی قصاص، که خوشبختانه از ایران هم داریم شرکت کننده و کشورهای دیگه هم برامون فیلم ساختن و در واقع ما تماسمون جهانیه. من جمله چون که تمرکز روی ایران داریم، بیشتر تماس ما با ایران هست، یعنی هم اطلاعات به ایران میدیم و هم اطلاعات از ایران میگیریم. خیلی ممنون از که وقتتون رو اختیار ما قرار دادید. خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما. سلام.